با انتشار گزارش سیاسی کنگره 19 سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر و مسائل مطرح شده در آن در رابطه با بحران جهانی اقتصاد سرمایه‌داری، بحران عمومی سرمایه‌داری، نظم بین‌المللی حاکم، وضعیت جنبش کارگری و وظایف نیروهای چپ، بران شدیم تا بینندگان را با نظرات دیگر متفکرین و فعالین جنبش کارگری و چپ در دیگر نقاط جهان در این موارد آشنا کنیم. در این رابطه گفتگوی گریگ آلبو و بیل فلچر را در مورد نئولیبرالیسم و راست افراطی انتخاب کردیم که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. گریگ آلبو استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه یورک کانادا و به همراه لیوپانیچ سردبیر سالنامه تئوریک چپ به نام سوشال رجیستره. او به خاطر تحلیل‌های هوشیارانه و توجه مداومش به مسائل سیاسی و سازمانی در تورنتو مشهوره. بیل فلچر از فعالین جنبش کارگری آمریکاست. فلچر از مسئولین سازمانی به نام ترانس آفریقا. ترانس آفریقا سازمانی برای عدالت اجتماعی در ایالات متحده که متمرکز روی افریقاست. فلچر از تدوین کنندگان کتاب همبستگی چند دسته شده بحران در جنبش کارگری سازمان یافته است و نوشته هایی هم در مورد اتحادیه کارگری داره. توجه شما را جلب میکنم به بخش دوم و پایانی این گفتگو. Pleasure being in Toronto and pleasure being and sharing the stage with Greg. خوشحالم که در تورنتو هستم و در اینجا با گگ که هم دوست و هم رفیق است و همیشه هم خیلی مشوق بوده. امشب خیال دارم خطر کنم و مرتکب چند بدعت بشم. و به گمانم این کار در زمینه سخن گفتن از این موضوع بی نهایت مهم در باره راست یا آنچه ما واقعا باید در این باره بدانیم کاری مهم است. و من در واقع می خواهم از اینجا شروع کنم، از اینکه چپ روی هم رفته گرایش های گوناگونی را که راست سیاسی نشان می‌دهد یک کاسه می‌کند و همینطور گرایش ما این است که در نگاه به هستی این شکل‌گیری‌ها نقش مهمی داشته باشیم. بنابراین برای نمونه درباره فاشیسم من می‌بایستی از سهم نیکوس پلانزاس و کتاب بسیار خوبش فاشیسم و دیکتاتوری نام ببرم. این کتاب رو هنوز من پیشنهاد می کنم که خوانده شود. فاشیسم برای چپ معمولاً چیزی بوده که دوست نداریم. اگر چیزی رو دوست نداشته باشیم و بیرحمانه باشد فاشیستی است. و جالب است که این رویکرد ما را به رمانتیزه کردن دموکراسی بورژوایی می کشاند. در واقع ما را به سوی می کشاند که باور کنیم دموکراسی بورژوایی بسیار صلح‌جویانه تر و عقلانی تر از آن است. به جای اینکه تشخیص بدهیم که سرمایه‌داری دموکراتیک بسیار بیرحمانه و بسیار خشن است و به طور مستمر سنجه‌های فوق قضایی به کار می‌گیرد. این یک نکته است. نکته دیگر این که فرم‌های گوناگون دولت‌های خودکامه یا دست راستی داریم و فقط فاشیسم نیست. بر حسب چیزی که گگ داشت درباره اروپای پیش از جنگ جهانی دوم می‌گفت، دولت‌های فاشیست بودند و همچنین دولت‌هایی که دست راستی بودند، اما فاشیسم نبودند. اینها یا پادشاهی بودند یا زیر سلطه یک گروهی از افسران نظامی یا چیزی از این دست. اینها شاید هوادار فاشیسم بودند، اما خودشان دقیقاً فاشیسم نبودند. وقتی از فاشیسم حرف می‌زنم و دوباره از پلانزاس می‌گویم،
بی آنکه مسئولیت این بدعت را بر عهده او بگذارم. باید این را بگویم که فاشیسم در واقع برای ما خیلی هم انقلابی است. به هیچ وجه محافظه کار نیست. انقلابی و خردگریز است. به بیان دیگر، وقتی به فاشیسم نگاه می‌کنیم، به محافظه‌کارهای سنتی که فقط بد هستند و کارهای غیرقانونی می‌کنند نگاه نمی‌کنیم. به جنبش اجتماعی نگاه می‌کنیم که برنامه کارش با برنامه کار بیشتر جنبش‌های محافظه‌کار بسیار تفاوت دارد. فاشیسم از بسیاری جهت‌ها در پی آن است که چیزهای به درد نخور در سرمایه‌داری را بسوزاند تا فرم‌های تازه‌ای از انباشت بتوانند سر برآورند و نظم و اتحادی نوین در بلوک قدرت رخ بدهد. پس چندان کوششی برای نگهداری آنچه که هست نمی‌شود، برای که در واقع چیزی نو عرضه می‌شود و بنابراین فکر می‌کنم مهم است که از اینجا شروع کنیم، از اینکه چگونه می‌خواهیم به این پاسخ بدهیم پایه اجتماعی آن چیست؟ چه چیزی این جنبش ها را که همانند نیستند برمی انگیزاند؟ بله، من فکر می کنم که مهم است که از این نکته شروع کنیم. دومین چیزی که پولانزاس به آن می پردازد این است که دو فرم اصلی فاشیسم در قرن 20 در واقع وقتی در هم یکی شدند که چپ رو به افول بود، حال در آلمان و ایتالیا. حرف بر سر این است که فاشیسم پاسخ بورژوازی به قدرت ما چپ هاست و فلانزاس به خوبی نشان می دهد که اینطور نیست. دست کم در آلمان و ایتالیا که جنبش ها در واقع رو به افول بودند که فاشیسم سر برآورد. حالا جنبش های دیگری هستند. می توان به خیزش راست در اسپانیا نگاه کرد، آنچه که اغلب آن را فاشیسم دانستند، دوره فرانکو که می شد گفت در واکنش به چپ رخ داد. اما کاملا بر من روشن نیست که به درستی و دقت می شد آن را جنبشی فاشیستی نامید و نه جنبشی طرفدار فاشیسم و بسیار محافظه‌کار. پس باید این را درک کنیم که دولت می تواند فرم‌های گوناگونی به خود بگیرد و راست می تواند به راه‌های مختلفی خودش را نشان بدهد و تنها به سبب دست زدن به کارهای سنگدلانه و غیرقانونی و از این دست نمی شود خود به خود پدیده‌ای را فاشیست نامید. از اینجا به نکته دوم می رسم که فکر می کنم با آنچه گرگ ترک کرد بسیار همخوان است. آنچه که ما در جهان کاپیتالیستی پیشرفته شاهدش بوده ایم به مثابه خیزش دولت خودکامه نولیبرال است و این چیزی است که گابسین و من در کتاب همبستگی چند دسته شده درباره اش گفته ایم. پولانزاس درباره دولتگری خودکامه سخن گفت. ما داریم به چیزی نگاه می‌کنیم که از اواخر دهه 70 در جهان سرمایه‌داری پیشرفته در حال دگرگونی چشمگیری است. این به یک کشور محدود نیست، بلکه حرف بر سر محدود کردن بسیار نمایان دموکراسی است. سخن بر سر درهم شکستن و فروپاشی حقوق مدنی و محدود کردن این حقوق است. ما شاهد این هستیم که پارامترهای آنچه گفتمان مشروع به حساب می آمد محدود می شوند و برای نمونه با سنجیدن آنچه که امروزه در مباحثه های تلویزیونی می بینید و آنچه در 20 یا 30 سال گذشته می شد در این نوع برنامه ها دید، می توانید این محدود شدن را دریابید. ما شاهد افزایش زیر نظر گرفته شدن چه در سطح محلی و چه در سطح جهانی هستیم. همه چیز از جمله زبان هم نظامی منشانه می شود. کاربرد واژگان جنگ، جنگ با این و جنگ با آن و جنگ با همه چیز رو به افزایش است و پس از آخرین قتلی که در فرگوسن در میسوری رخ داد و قیامی که در پی آن شاهدش بودیم، ناگهان دریافتیم که گویا پلیس
بیش از ارتش ایالات متحده مسلح است و نیز این نظامیگری در زمانی رخ می‌دهد که باقی بخش‌های عمومی بسیار بسیار فشرده می‌شوند. پس این خودکامگی که ما شاهدش هستیم به نظر می‌آید که چند عامل دارد، اما من باورم این است که این تا اندازه زیادی در همخوانی با آنچه گرک هم گفت پیشگیرانه است. این نه برای پاسخ دادن به توانای ما که برای پیشگیری و با توجه به ریاضت نولیبرال کنونی و بحران محیط زیستی صورت گرفته است. جالب است که بدانیم پنتاگون برنامه ریزی های بسیاری درباره پاسخگویی به بحران محیط زیستی و به ویژه امکان کوچهای بزرگ از جنوب به شمال در پی دگرگونی آب و هوا و تأثیر آنها بر جزیره ها و نیز بر دیگر جاهای جنوب دارد. پس این ریاضت و قطبی شدن ثروت در سرمایه‌داری نولیبرال همراه با این بحران محیط زیستی است. پس بحران محیط زیستی در واقع این پرسش را پیش می‌آورد که سرمایه‌داران خیال دارند چگونه به بحران واکنش نشان دهند. گرچه در واقع هستند کسانی که دگرگونی آب و هوا را انکار می کنند یا دست کم از سخنانشان اینطور برمی آید، باور من این است که در بخش ژرف‌تر طبقه سرمایه‌دار بحران محیط زیستی پذیرفته شده و دارند حالا می کوشند دریابند چگونه برای آن آماده بشوند و این نیاز به گام‌های بسیار سختگیرانه دارد، از جمله اینکه سرانجام امکان این هست که مردم ناچار بشوند زیر زمین زندگی کنند. حرفم از روی کنایه نیست. دولت خودکامه نولیبرال لزوماً به معنی فاشیسم نیست. همچنان که پیشتر هم گفتم، فرم‌های گوناگونی از دولت کاپیتالیستی است و فرم‌های گوناگونی از دولت کاپیتالیستی استثنایی. دولت خودکامه نولیبرال بی تردید می تواند نظام انتخاباتی داشته باشد، اما در آن فرصت‌های شرکت همگانی محدود خواهد شد و همراه با آن سرکوب بالا می گیرد. این از دولت خودکامه نولیبرال. اما حالا چیز دیگری هم هست که ما باید با آن دست و پنجه نرم کنیم و آن هم پدیده پوپولیسم دست راستی است و نمی توانیم این را با دولت خودکامه نولیبرال یکی کنیم. با نگاه به این پوپولیسم دست راستی در حیطه ایالات متحده می بینیم که فرم اصلی آن یا مرحله اصلی آن مؤتلفه نو است. منظورم این است که پوپولیسم یا مردم باوری دست راستی در ایالات متحده آمریکا از ایالت‌های همپیوست یا مؤتلفه الهام ایدئولوژیک گرفته که در سال 1861 از ایالات متحده جدا شدند و نیز اینکه راست در ایالات متحده بسیار بسیار متنوع است، اما وقتی به برخی از مضمون‌های بسیار مرکزی در این توده دست راستی نگاه می‌کنید، می‌بینید که همه ایشان برگشتی به سوی مؤتلفه دارند. ائتلافیه یا ایالت‌های همپیوست دولت‌های دست راستی خودکامه نظامی ملی و شوونیستی بودند با یک حکومت مرکزی ناتوان شده. این مضمون‌ها چیزی می‌شوند که در مردم باوری دست راستی در ایالات متحده بسیار مرکزی هست و اینها آن چیزی هستند که من میبایستی در کانون توجه قرار بدهم. مردم باوری دست راستی در ایالات متحده پدیده‌ای غریب است، چون در یک سطح در تضاد با دولت خودکامه نولیبرال است و شما اگر واقعا شروع به بررسی برخی از این فرماسیون‌های دست راستی بکنید، این امر را در خواهید یافت. اینها در واقع از دولت بیزارند و نقدشان بر دولت بسیار توسعه یافته است و دولت را خودکامه می دانند و همچنین بسیار بسیار دلواپس چیزی هستند که ما آن را شاید خیزش سرمایه‌داری چند ملیتی می نامیم. با این بیگانه ستیزی شوونیستی ژرف است
که می‌بینیم جنبش‌های پوپولیستی دست راستی اغلب با یکدیگر فرق دارند و این یکی از پارادوکس‌ها برای ما چپ هاست. ما گیج می‌شویم وقتی می‌بینیم که راست جنبش‌ها و فرماسیون‌های دست راستی گویا نقدی همانند با نقد بسیاری از ما در جبهه چپ دارند. این چیزی است که در جریان جنبش اشغال و نیز در برخی از دیگر جنبش‌ها پدیدار شد و این چیزی است که باید درباره‌اش خیلی احتیاط به خرج بدهیم. اینکه توده دست راستی و به ویژه سمت افراطی‌ها مثل نوفاشیست‌ها میتواند زبانی انقلابی به کار بگیرد که بسیار شبیه به بسیاری از نقدهای ما چپ‌ها از نظام است و اینجاست که برای چپ و برای جنبش‌های مردم پسند بسیار خطرناک است. مردم باوری دست راستی در ایالات متحده آمریکا در تلافی جویی مردانه سفید ریشه دارد و تلافی خواهی به معنی انتقام جویی است که به نقش دگرگون شونده ایالات متحده ربط پیدا می کند. با در نظر داشتن خیزش یک طبقه کاپیتالیستی فراملی، جمعیت شناسی بسیار دگرگون شونده ایالات متحده و این احساس ژرف در میان قشرهای به اصطلاح متوسط سفید درباره آنچه دارد رخ می دهد. اگر برای نمونه نگاهی دقیق به تی پارتی کنیم، در میابیم که پایگاه آن طبقه کارگر سفید نیست. پایگاه آن در واقع در پایگاه سنتی فاشیسم است. این قشرهای متوسط سفید هستند که پایگاه تی پارتی هستند و پایگاه آن در میان مردمی که چیزهایی را از دست داده اند نیست، بلکه در میان مردمی است که میپرسند مبادا چیزهایی را از دست بدهند. و بر پایه آنچه تا کنون تی پارتی عرضه کرده اینطور می نماید که جنبش طبقه کارگر دست راستی است، اما به هیچ وجه چنین نیست. این جنبشی است که بر پایه بررسی های انجام شده آشکارا بسیار سفید است. قشرهای شناخته شده نشان از آن دارند که جوان نیستند و از نسل پس از جنگ هستند و کاملا از دگرگونی هایی که ایالات متحده در پیش رو دارد ترسیدند. همانطور که پیشتر هم گفتم، مردم باوری دست راستی در زمان کنونی گرایش های گوناگون دارد که طیفی را در بر می گیرد. از کسانی که خود را مؤتلفه نو یا همپیوست نو می‌خوانند و پیش از این درباره‌شان حرف زدم، تا نیروهایی با هویت مسیحی و تا نوفاشیست‌ها. مرکز قانون فقر جنوب گزارش داد که در حدود 688 گروه از اینها، یعنی از دست راستی‌های افراطی، وجود دارند و بسیاری از این گروه‌ها مسلح هستند. و وقتی من میگویم مسلح، منظورم این نیست که تفنگ شکاری دارند و یا تپانچه 45 همراه دارند. منظورم RPG، خمپاره انداز، مسلسل کالیبر 50، مک 10، IR 15 است. اینها کسانی هستند که چشم به راه نبرد نهایی هستند. اینها پس از 11 سپتامبر در آمریکا بیش از هر گروه مربوط به ترور اسلامی یورش‌های وحشتناکی داشتند و شمار بیشتری از مأموران دولت را کشتند. حالا می‌خواهم یک ثانیه مکث کنم تا تأکید کنم که این خبرها را شما در فاکس نیوز نمی‌شنوید. نه تنها در فاکس نیوز، که در هیچ یک از رسانه‌های غالب. در حالی که اگر حتی یک نفر مدعی بشود که شاید قوم و خویشی دور که مسلمان است نقشه‌ای در سر دارد، رسانه‌ها او را کانون توجه قرار می‌دهند و این را به اصطلاح ترور اسلامی ربط می‌دهند. اما وقتی این نیروهای سازمان یافته دست راستی ماموران دولت را می‌کشند، یهودیان را آزار می‌دهند، رنگین پوستان را می‌کشند، همیشه طوری رفتار می شود که گویی یک ماجرای منفرد بوده. می توانید با آنچه که تیموتی مکوی در اوکلاهوما سیتی انجام داد و منجر به قتل شد نگاه کنید. وقتی بمبگذاری رخ داد، گمان اول در رسانه ها این بود که این کار تروریست های مسلمان است. وقتی دریافتند که کار یک پسر سفید بومی است، ناگهان بحث یکسره تغییر کرد.
کل بحث دیگرگون شد. دیگر حرف سر یک دیوانه نبود. بحث بر سر این بود که ما باید بفهمیم انگیزه تیموتی مکوی چی بوده. نه اینکه کسی کوشید بفهمد انگیزه محمد عطا در کوباندن هواپیما به برج‌ها چه بوده. در آن مورد هیچ کس سعی نکرد بفهمد. باید می‌فهمیدیم چرا تیموتی مکوی که زمانی میهن‌پرست بزرگی بوده چه به سرش آمده که به این کار دست زده، و بنابراین به جای درک چرایی افزایش این گروه‌ها به مثابه بخشی از یک جنبش بزرگتر، تنها کاری که شده این است که کارشان منفرد به حساب بیاید و کم اهمیت تلقی شود. حالا ایدئولوژی مؤتلفه نو در حال رشد است و در ایالات متحده فرم‌های گوناگونی به خودش می‌گیرد. یکی از این فرم‌ها القا نامیده می‌شود که پیش از جنگ داخلی در ایالات متحده سر برآورد، و این کوششی برای لغو قانون‌گذاری فدرال است و می‌گوید که ایالت‌ها خود می‌توانند کارشان را انجام دهند. اگر بحث‌های پیرامون نظام درمانی ما را دنبال کرده باشید، چیزی درباره این القا به گوشتان خورده است. این کوشش‌ها برای آن است که ایالات متحده خود را از قانون درمان با بهای مناسب بیرون بکشد. اما فرم‌های دیگری هم هستند که در آنها این مسئله القا را می‌توان دید. به تازگی در نوادا چنین اتفاق افتاد که کشاورزی که از زمین فدرال بهره برداری میکرد با فدرالی ها اختلاف پیدا کرد، و در این ماجرا دست راستی ها که خیلی خوب مسلح بودند دست به اعتراض در برابر اداره مدیریت زمین زدند و مدعی شدند، و این را نمونه ای از ایستادگی در برابر دولت به شمار می آورند. کاری که کردند نشانگر ماجرایی است که رخ داد. مردم باوری دست راستی در خودش خیلی تناقض دارد. از یک سو در برابر جهانی گردانی موضع می گیرد، از سوی دیگر با قانونگذاری و مقرراتی مخالفت می کند که از نظر اجتماعی پیشرو هستند، و از مردم در برابر بدترین جنبه های جهانی گردانی نولیبرال محافظت می کند. اما در کمپ پوپولیسی دست راستی هستند کسانی که از جهانی گردانی نولیبرال پشتیبانی می کنند، و من فکر می کنم که یک نمونه از اینها برادران کوب است. حال بگذارید از تعریف این بخش بگذاریم. فکر می‌کنم که در ایالات متحده ما شاید در یک دوره ائتلاف هستیم. بسیاری از چپ‌های رادیکال تصور کردند که مبارزه پیش رو برای سوسیالیسم یا برای مجموعی از تغییر شکل‌های اجتماعی در بنیاد یا رودررویی طبقه با طبقه یا رودررویی بلوکی مردمی با دولت کاپیتالیستی خواهد بود، و هرگز به نظر نمی رسد که ما راست را به حساب بیاوریم و دخالت بدهیم. ما گویا فکر می کنیم که یا راست ها خیال دارند تا پایان این ماجرا منتظر بمانند، و یا اینکه خیلی ساده راست ها مثل دولت کاپیتالیستی هستند. و فکر می کنم ما به وضعیت بسیار متفاوتی نگاه می کنیم، وضعیتی که شاید به سمت فرمی از بخش دوم در جنگ داخلی ایالات متحده بچرخد، که در آن ما در واقع دو بلوک بسیار متفاوت داریم. یک بلوک را می توان بلوک قانون اساسی دموکراتیک نامید، و بلوک دیگر مؤتلفه نو. و زمین این نبرد مسئله دموکراسی و انبساط یا درهم کشیدگی و انقباض دموکراسی خواهد بود، و پیروزی مؤتلفه نو ما را در موقعیت فاشیستی با همه واهمه های پیامد آن قرار خواهد داد. حالا آنچه روشن است این است که چه بخشهایی از بورژوازی بومی و ایالات متحده با نوعی از سمت و سوی مؤتلفه نو در یک خط قرار خواهند گرفت، چه اندازه از آن با این مؤتلفه نو مخالفت خواهد کرد، یا بیطرف و تماشاگر نبرد باقی خواهد ماند. حالا به نکته اولم برمیگردم. این که فکر کردن به فاشیسم به مثابه ابزار بورژوازی اشتباه بزرگی بود. فاشیسم خودش یک جنبش اجتماعی است که در زمانی خاص میتواند با بخشی از بورژوازی در یک خط قرار بگیرد، و بورژوازی هدفهای ویژه خودش را دارد. اما این نباید ما را به کمبها دادن
به قدرت این نوع از جنبش اجتماعی خردگریزی بکشاند که در واقع میتواند و در گذشته هم توانسته به زندگی و ذهن و قلب میلیون ها نفر نفوذ کند. چه بسا در این بافت هست که شما ممکن است بیاد بیاورید که چند سال پیش اتاق فکر روسی گفت که پیش بینی می کنند که ایالات متحده از هم بپاشد. و در آن زمان خیلی از مردم به این پیش بینی خندیدند. من دیگر به این پیش بینی نمی خندم و می دانم که چه بسا برای برخی از شما بخشی از حرفای من مثل یک داستان خیالی علمی می آید، اما من دیگر به آن پیش بینی نمی خندم، چون به آنچه که با رشد تی پارتی رخ داده نگاه می کنم، با آنچه که با رشد این جنبش مؤتلفه نو رخ داده نگاه کرده ام و در وضعیتی که حقوق و آزادی های من در واقع دارند محدود می شوند، به نظرم کاملا امکان دارد که برسیم به جایی که یک گزینه نظامی از سوی پوپولیست های دست راستی و یا بخش های از آنها انتخاب بشوند. و این به این معنی خواهد بود که ما به راستی می بایستی به شکلی بسیار بسیار بنیادی در استراتژی خود باز اندیشی کنیم. در اینجا سخنانم را به پایان می برم و از شما سپاسگزارم.